درود بر شما، محمد شفیع هستم از مجموعه PLC وان در خدمت شما هستیم با ادامه آموزش HMI پنل مستر PMView. خب در اینجا ما یک کنترلر دمای DTC1000 شرکت دلتای تایوان داریم که میخواییم اونو بسش کنیم به یک HMI PMView. همطور که در تصویر شما میبینید کنترلر مستقل دمای DTC1000 یک ترمینالی در قسمت جلو داره که ستای اول مربوط به سنسور دمای شما هست که الان اینجا من یک سنسور PT100 شرکت جمو رو با سه تا سیم اومدم از طریق ترمینال میخوام بهش وصل بکنم. توی خروجی هم دو تا رله داره که بسته به اینکه شما از چه مدل DTC استفاده میکنید، خروجی های رله، ولتاژی، جریانی و گزینه های مختلف رو و قابلیت های مختلف رو شما میتونید از روی سخت افزار DTC بیای و انجام بده. برای مثال من میتونم از مدل DTC 1030 استفاده بکنم که خروجی جریانی به من میده و میتونم با استفاده از PI کنترلر و تنظیم ضرایب بیام کنترل دما رو با استفاده از خود DTC انجام بده و دیگه نیازی به PLC نباشه. حالا تنظیمات این DTC رو میتونم از روی یک HMI مثل این HMI که الان اینجا شما میبینید میتونم انجام بدم و دیگه نیازی به برنامه‌نویسی توی PLC نباشه. یعنی خود DTC میاد دما رو میخونه، اندازه‌گیری میکنه، میدش به HMI، HMI تنظیمات رو به شما میتونید تنظیمات رو انجام بدی و خود DTC با استفاده از حالا خروجی‌هایی که داره، حالا به صورت رله یا مثلا به صورت کنترل کننده PID میاد اونو به صورت کامل کنترل میکنه. خب من اگر اینجا سنسور رو به شما نشون بدم، ببینید یه سنسور PT100 سه تا سیم داره اومده بیرون. خوبیه، یکی از مزایای در واقع DTC این هستش که ورودیش مالتی. حالا من روی اگر PDFش به شما نشون بدم، شما این PDF رو اگر نگاه بکنی توی قسمت مربوط به توضیحات اومده اینجا نوشته که شما انواع مختلف در واقع ترموکول، RTD و مثل PT100، مثل JP، مثلا ترموکول های J, K، مدل های مختلف رو میتونید بهش بدید. حتی ورودی 0 تا 5 ولت هم میتونید بهش به عنوان، یا مثلا 0 تا 10 ولت یا 0 تا 20 میلی آمپر رو هم میتونید براش در نظر بگیرید. توی خروجی هم در واقع میاد به شما انواع مختلف خروجی رو به شما میده و یه سری مشخصات دیگه. این هم شکلش هستش و حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم توی تنظیماتش و قسمت جدول مودباسش میخواییم حالا بیایم و مقدار دمای اون رو بخونیم. خب از اینجا شروع میشه، از 1000 هکس شروع میشه اینجا که PV هستش و 1001 هگز که ست پوینت ما هستش. خب من میام سوکت رو اینجا وصل میکنم. ببینید پس این ستای اول مربوط به سنسور PT100 هستش که البته عرض کردم اگر سنسور ما میتونه ترموکول هم باشه، بعد از اینکه شما ترموکول بهش وصل کردید کافیه که برید توی تنظیمات مربوط به DTC و مشخص بکنید که مثلا من الان با ترموکول دارم به شما کانکت میشم. خب بعد از اینکه این کار انجام دادی، خب قسمت پایین رو اگر من توضیح بدم، اینو برگردونم و شما ببینید یه تغذیه داره که 24 ولته که من وصل کردم، یه دونم مصاد منفی 485 که با این سوکت سبز کوچیکه شما میتونید ببینید که 485 هم از این طریق برقرار میشه. اونو دادیمش به 6.1 کام 2 مربوط به HMI PMView. حالا توی آموزش‌های قبلی گفتیم که اگر بخواید از کام 3 استفاده کنید باید از چه پین اوتای استفاده کنید. پس الان 485 بین HMI و DTC برقراره. کافیه که ما یه برنامه روی HMI بریزیم و اونو بخونیم. قبل از اون اگر خاطرتون باشه در آموزش‌های قبلی که ما نمایشگر مودباس رو بس کردیم، با دکمه‌های پشتش اومدیم تنظیمات شبکه رو مشخص کردیم که مثلا 8N1RTU یا 7EVEN1ASCII. برای اینکه بیایم تنظیم، من که نمیدونم این DTC الان تنظیماتش چی هستش، صفحه نمایش رو LCD یا صفحه که من بتونم تنظیمات رو ببینم که نداره، پس باید بهش کانکت بشم اول. اگر به صورت پیشفرض باشه که ASCII 7EVEN1600، حالا ممکنه من این DTC رو تازه نخریده باشم، یه DTC توی یک حالا کارخونه یه جایی هستش، به من گفتن که اینو شما بیا وصلش کن به این
HMI PMView. خب من که نمیدونم تنظیمات این چیه، یا اون فردی که از قبل اومده این کار انجام داده چه تنظیماتی رو براش در نظر گرفته. باید بیام از طریق یک مبدل USB به RS485 که اینجا شما یک نمونه از اون رو میبینید، این طرفش USB وصل میشه به کامپیوتر، این طرفش هم 485. اینو من وصلش میکنم به در واقع کامپیوتر خودم، طرف دیگه شو که سوکتش این هستش وصل کردم به این مبدل و میخوام الان بهش کانکت بشم. خب اول باید مشخص بکنم که این DTC که من میخوام وصل کنم به HMI شرکت سرمه به صلاح اطلاعاتش چیه. یه نرم افزاری داره شرکت در واقع دلتا به نام DTCOM که شما اینجا میتونید ببینید که حالا ورژن های مختلف تو سایت PLC1 هست. دوستانی که حالا تمایل داشته باشن میتونن از سایت PLC1 دانلود بکنن. خب این DTCOM هستش، من اولین کاری که باید انجام بدم set DTC هستش. شما بعد از اینکه مبدل رو نصب میکنی یه درایوری اضافه میشه، یه کامی اضافه میشه. درایور در واقع مبدل یه چیزی داره، یک درایور داره، وقتی که نصب میکنی یه کام اضافه میشه. یعنی اینجا برای من کام 4. ببین اشتباه مثلا کام 1 نذاریم، من چون کام 4 اضافه شده پس اینجا کام 4 انتخاب میکنم. اوتو دتکت رو میذارم، اون مشخصاتی از DTC رو که مطمئن هستین اینجا رو در نظر میگیرم. مثلا من میدونم 9607. اگر هیچ کدوم از اینا رو در نظر نگیریم بازم براتون آن نو باشه، استارت بزنیم میگرده برای شما پیدا میکنه. ولی ببینید الان 67 دقیقه طول میگیشه تا بگرده و پیدا بکنه. چرا؟ چون من آدرس، بود ریت، بیت لنگز، پروتکل، استوب بیت و پریتی همه رو گفتم نمیدونم. وقتی که نمیدونه همه اینا رو میاد تست میکنه. مثلا من اگر دو تا رو مطمئنم ببینید استارت میزنم شد 4 دقیقه. خب یعنی کلا 4 دقیقه این 4 تایی که در واقع نمیدونم باعث میشه که طول بکشه تا بگرده و پیدا بکنه. من مثلا چون اینا رو میدونم اینا رو انتخاب میکنم. آدرس رو نمیدونم آدرسش چنده، 1 2 5 نمیدونم. میگم که خب من آدرس رو آن نو میذارم، استارت بزنم بگر پیدا کن. 44 ثانیه زمان لازم داره که توی همون لحظه اول پیدا میکنه. میگه من یه دونه DTC پیدا کردم 9607-1 ASCII، استیشن آدرسش هم 1. من اینو انتخاب میکنم. خب میگم دیگه نگرد، اینو انتخابش میکنم و ست میذارم و کلوز، تمام، اوکی میذارم. حالا میام توی قسمت مربوط به در واقع مانیتور، استیشن من که خب یک، کانکت رو میزنم. ببینید الان داره دما رو برای من میخونه 25 درجه و ست پوینت من 50 درجه هستش. توی تنظیمات این پایین نوع در واقع کنترلر که مثلا نوع روش کنترلیش که PID هستش، ران و استوب. الان میگه ران به اصطلاح استوب هستش. من این دکمه رو اگه بدم بالا ببینید میشه ران و شروع میکنه به، چون رو حالت PIDه در حال کار کردن هست. ست پوینت و گزینه‌های مختلفش هم اینجا مشخصه که شما میتونید ببینید. من اگر دما رو بیام اینجا اندازه در واقع افزایش بدم، ببین الان چنده؟ 25 و 7. من اینو با دست نگه میدارم، شما شاهد خواهید بود که دمای من افزایش پیدا می‌کنه. 26 درجه متناسب با این که داره میره بالا، چون نوع کنترلمون PID هست. شما می‌بینید که تنظیمات PID هم روی OT 1 و 2 داره تغییر میکنه. خب بس این حالا اوکی هستش. من برای اینکه حالا فعلا صدای DTC نیاد اینو بزنم رو حالت استوب. خب الان تنظیمات رو من دارم. حالا میام توی نرم افزار PM Designer. خب اینو یه دونه نیو میزنم، صرف 39 رو در نظر میگیرم، نیکس. اینجا هم که خب 2070 next. اینجا کنترلر رو چی انتخاب میکنم؟ نگاه میکنم ببینم دلتا. ببین الان DTC یک PLC نیست، من دلتا که انتخاب میکنم اینجا PLC و گزینه‌های مختلف رو داره. ببین DVP رو داره، VFD رو داره، بعد اینجا DTC 1000 رو هم خودش داره. وقتی که DTC 1000 رو داره خب دیگه کار من راحت تره دیگه. اگر DTC 1000 نداشت من میتونستم از پنل مستر و مود باس هم برم جلو. خب چون DTC رو داره دیگه من انتخاب میکنم دیگه، لینک 1 2 یا 3. میگم لینک 2 چون از 1 و 6 دارم میگیرم. نیکس میزنم. اینجا تنظیمات بعدی 9607-1. اینا دقیقا همون چیزایی بود که ما توی DTC گشت در واقع پیدا کرد. پس اینا هم همونه، استیشنش هم 1 دیگه، نیاز به تغییر. اگر مثلا استیشن PLC من رو پیدا میکرد 2، من اینجا میذاشتم 2، چون 1 همون 1 در نظر میگیرم و گزینه فینیش رو میزنم. این صفحه باز شد. حالا
من میام برای اینکه اینجا در واقع پی وی رو داشته باشم که 1000 هگز هستش، یه دونه نامریک اینجا در نظر میگیرم، یه نامریک دیسپلی اینجا در نظر میگیرم. این میشه چیه؟ من میشه در واقع مقدار اون چیزی که من لازم دارم، یعنی دمای من رو میاد اینجا میخونه. خب من اینجا میام بولد رو انتخاب میکنم، اندازشم و بزرگتر میگیرم که روی صفحه قابل نمایش باشه، درسته؟ حالا اینجا میام توی قسمت آدرس اینجا لینک یک رو انتخاب میکنم، همین پی اچ میذارم باشه، استیشنش هم که یکه، اینجا 1000 رو وارد میکنم. دیگه خودش میفهمه که این 1000ی که شما وارد کردید منظور 1000 هگز. خب همین سیو میکنم، کامپایل و دانلود میکنم. الان اینجا وقتی دانلود کردم باید عدد دما رو به من نشون میده. من دانلود میکنم ببینم چه اتفاقی میفته. خب بعد از دانلود HMI رو ران میزنم. خب عدد رو من نشون نمیده. چرا نشون نمیده؟ چون ما با نرم افزار DTCOM اینجا کانکت بودیم دیگه. این سوکتی که الان اینجا وصل شده سوکت بین کامپیوتر و DTC هستش که برای مبدل USB به RS485 استفاده کرده. من این سوکت رو باز میکنم. این سوکتی که از 6 و 1 میاد اینو میام به جاش وصل میکنم. ببینید الان باید عدد رو من نشون بده که شما عدد رو الان داره میبینید، 277. این 277 همون 27 ممیز الان 6 هستش که من اگر نگه دارم شما ببینید که دما تغییر میکنه. خب برای اینکه نمایشش جالب تر بشه من میتونم یه رقم 8 بهش بدم دیگه، چون داره رقم دما رو ضرب در 10 رو داره الان میخونه. اولا که 4 رقم نیاز نیست، من میتونم اینجا رقم ها رو کم بکنم. مثلا نهایت ممکنه 100 درجه من دما رو بتونم با این بخونم، پس دیگه لازم نیست 4 رقم باشه. تعداد فاکتوریل یا تعداد رقم اعشار من اینجا برایش 1 در نظر میگیرم. خب سیو، کامپایل. اینجا اگر عددتون از این بیشتر شد میتونید یه رقم اعشار باشه. من چون حالا دمام پایینه میذارم همین باشه، چون اولوش 20 تا 30 درجه بیشتر نیست، همین ترکیبی که الان اینجا درست شد برای من کافیه. خب الان ببینیم 29.4 دمای دقیق هستش که داره به من نشون میده. من یه ذره نگه میدارم دما افزایش پیدا کنه. خب این دمای درست. حالا دیگه شما بعدش دیگه زیبا سازیه دیگه، میتونید کنارش مثلا یه سانتیمتر به اصطلاح درجه سانتیگراد هم بندازید، واحد رو اینجا به صورت تکس میتونید بنویسید. حالا اون دیگه خودتون زحمتشو بکشید. من یه دونه اینجا میام چیکار میکنم؟ میام یه دونه نامریک دیسپلی اینجا در نظر میگیرم. خب دقیقا زیر همین میندازم. این نامریک دیسپلی رو شما در نظر بگیرین. اینم میتونم تعداد رقمش رو بگم همون 3 باشه با یک رقم اعشار یا 2 با یک رقم اعشار. اندازشم میتونم بیام اینجا و افزایش بدم بولد 150. خب این از این. آدرس این چی میشه؟ توی اینجا نوشته دیگه SV ما میشه چند؟ میشه 1001 هکس. پس اینجا میام و توی این تنظیمات میگم لینک 1001، درسته؟ 1001 و همین دیگه، اوکی. و میتونم اینجا یه تکست بندازم، اینجا بنویسم پی وی درسته؟ اینجا میتونم بذارم پی وی اندازش خیلی بزرگ شد. خب این شد پی وی. حالا اجازه بدید من
رنگش هم عوض بکنم که با اون فرق بکنه. این شد پی وی و اینم میشه اس وی، درسته؟ خب سیو، کامپایل و دانلود. حالا شما میتونید متناسب با تنظیمی که داری، الان دی تی سی ما رو حالت استوپه، من این رو رانش میکنم. خب الان ببینید سیت پوینت رو میتونم تنظیم بکنم، بگم مثلا 29 درجه. ببینید شما متناسب با، چون روی پی آی دی هستش، میبینید که صداش تغییر میکنه، یعنی زمان بندیش تغییر میکنه، که حالا ما برای اینکه این زمان بندی رو هم داشته باشیم میتونیم اون مقدار خروجی رو هم اینجا ببینیم. خب برای اینکه مقدار خروجی رو ببینیم این نامریک رو در نظر بگیریم. من یه نامریک اینجا میذارم، میخوام عدد نامریک رو شما ببینیم. خب اینو میذارم 100، درسته؟ اینو در نظر بگیرین، اینو من یه ذره میارم بالاتر، اینم میارم بالاتر. خب اینا رو میتونم یه ذره اندازش رو کوچیک‌تر بکنم، این 150 رو بذارم 120 مثلا، اینم بذارم 120، اندازه این رو کوچیک بکنم، اینم به همین صورت. این شد پی وی من، این شد اس وی من. خب اینو میام چی میذارم توی تنظیمات، میام ببینید یه مود داریم اینجا که برای پی آی دی و گزینه‌های مختلف هستش، میتونم اینو تنظیم بکنم اینجا. بذارید من اونو پیدا کنم. ببین اینه، ببین الان شما اینو قسمت رو نگاه بکنید، 1005 گفته کنترل متد، صفر اگر باشه پی آی دی، یک باشه آن و آف، دو باشه منوال تیونینگ و سه پی آی دی پروگرام کنترله. خب که به صورت الان رو حالت صفر هستش، پس من اگر 1005 رو اگر بخونم روی عدد صفره، پس اینو اولا که اعشارش رو برمیدارم، این یه رقم بیشتر نیست دیگه، رقم اعشارم نداره و 1005 دیگه. وقتی شما یه دونه رو خوندین دیگه بعدش دیگه لازم به کار خاصی نیست دیگه، فقط باید همون تنظیمات رو بیایم براش انجام بدیم. آدرس همونه، تنظیمات مربوط به آدرس همونه. اینم هم میتونم بیام اینجا بنویسم متد، کنترل متد. خب میام اینجا توی تنظیمات این بنویسم کنترل متد. خب یه ذره اندازه فونتش رو کوچیک‌تر میکنم که اینجا جا بشه، کنترل متد اینجا. خب حالا اگر خواستیم میتونید به جای این نامریکی که من گذاشتم یک المانی بذارید و مثلا کومبو باکس، گزینه‌های مختلف رو باش در نظر بگیرید که بتونید انتخاب بکنید که مثلا بنویسین پی آی دی یا گزینه‌های مختلف، که حالا توی آموزش‌های بعدی موارد رو خدمتتون آموزش خواهیم داد. خب ببین الان چون کنترل متد ما روی عدد در واقع صفر هستش میشه پی آی دی. حالا من بیام برای اینکه خروجی رو هم ببینم، من خروجی رو هم اضافه بکنم که بعد تغییر متد رو اینجا داشته باشیم. خب خروجی چیه؟ خروجی رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، باید بگردم من خروجی رو پیدا کنم، میشه اینجا. ببینید output value read and write of output 1 و output 2 که میشه 1012 و 1013. حالا من یه دونشون میذارم اینجا، مثلا 1012 رو اینو در نظر بگیرین، میذارم اینجا. میبینید که وقتی که شما به این پی دی اف دسترسی داشته باشید، تمام تنظیمات مربوط به دی تی سی رو میتونید اینجا در نظر بگیرید. میتونید خیلی راحت همه رو بخونید. 1012 بود دیگه، 1012 همه رو میتونید بخونید. این چی گفته؟ این اومده گفته که من تا با 0.1% اینو نشون میدم. خب نهایت عددی که من دارم نشون میدم 100%. خب 100% و 0.1% به خود نشون بده میشه 1000، یعنی ضرب در 10 باید بکنیم. پس این عددی که اینجا میخونه با 4 رقمی باشه، 4 رقم دیگه اعشار هم نداره دیگه. این شد 1012، درسته؟ خب این چی میشه؟ اینم یک کپی اینجا میذارم.
که شما ببینید. Output value read and write. اینو در نظر میگیریم اینجا. میذارم اینجا و شما بتونید عمل کردش رو ببینید. این خودش دو خطه. الان شد یه خط و این هم میاد اینجا. پس این شد 1012. اونم کنترل متد. یا هم میتونید کنارش مثلا بنویسین سیف پی آی دی یک آن آف یا گزینه مختلف، یا اینکه رو خودش تکست رو بندازین که طرف وقتی سیف رو انتخاب میکنه مقدار در واقع حالت یک یا حالت دو رو انتخاب میکنه، مقدار اون 1005 رو خودش تغییر بده. یعنی مقدار این 1005 بشه 012 که اون حالت در واقع انتخابی رو اونجا ما داشته باشیم. خب اینو الان تا اینجا داریم. حالا من DTC رو اینجا به اصطلاح آن میکنم. الان متد من ببینید درصدی داره اینو نشون میده. شما میتونید درصد رو اینجا ببینید. الان 49% داره به من این مقدار DTC رو داره میخونه. هر چقدر که فاصله شما بیشتر بشه، ببینید الان این 29 هست، اگر مثلا این بشه مثلا 50 بشه این درصده تغییر میکنه. ببینید حالا میذارم پایین، میذارم 47. ببینید میذارم 30 98. درسته؟ حالا اگر بخوایم با درصد نشون بدیم، این گفت 0.1% دیگه. پس اینو میتونم من بیام با یک رقم اعشارم نشون بدم، کنارش هم یه علامت درصد هم میتونم بندازم. ببین اینو کپی میگیرم، اینو میذارمش درصد. ببینید درصد میذارم. حالا یه ذره اندازه این درصد رو میتونم بزرگتر بکنم که شما ببینید این درصد این هم میذارم اینجا. خب یه رقم اعشار شد، چون ماکسیموم عددمون 100 تعداد رقم ها رو گذاشتیم 3 باشه. خب دوباره دانلود میکنم. من یه بار دیگه این دوتا رو نشون میدم. ببینید این پیوی من هستش که رو پیهچ گذاشتم و 1000. اینم به اصطلاح اسوی من هستش که رو 1001 گذاشتم و اینم که حالا با یه رقم اعشار. حالا ببین الان 11.9% به خاطر فاصله بین پی وی و اس وی شما اختلاف رو میبینید. حالا چطور این 12 و 12.2% چجوری داره تنظیم میشه و چجوری داره تغییر میکنه بر اساس اون ضرایب پی آی دی که شما اگر خواسته باشین اونا رو هم حتی میتونید روی اچ ام آی تنظیم بکنید، که اگر اینجا تشریف بیارین ضرایب پی آی دی هم حتی اینجا شما میتونید داشته باشید. که مثلا من یه مورد رو اگر اینجا بخوام به شما نشون بدم، اجازه بدین من ضرایب رو اگر پیدا بکنم. ببین اینجا استیشن ادرس، اینجا اسکی آر تی بودنه، حرفی بین یه احتمالا یه ذره بالاتر باید باشه. هیسترزیس هم اینجا داره، میتونید تنظیم بکنید. بله اینجا ببینید این گزینه‌های تی آی و تی دی و اینا مربوط به تنظیمات مشتق هستش، که مشتق رو انتگرال گیر و گزینه‌های مختلف ضرایب پی آی دی هست که میتونید تنظیم بکنید. ببینید الان هر چقدر عدد من بزرگتر باشه نسبت به اون ست پوینت، شما میبینید که اون میزان درصد پی آی دی که خروجی رو بر من این کار رو انجام میده بیشتر میشه. حالا اگر بیام اینو صفر رو بکنم یک، ببینید یک چی بود؟ یک آن آف بود دیگه. از اون تلورانس بیشتر بشه روشن میکنه. خب روشن میکنه عدد میشه 1000 اینجا، یا صفر رو یه یک دیگه. عدد اگر کوچیکتر باشه مثلا 20 باشه، ببینید میشه چقدر؟ چون بزرگتر شده شده صفر. حالا من اینو میذارم مثلا 27. خب حالا دما رو افزایش میدم. حالا بسته به این که
شما هیت استفاده کرده باشید یا کول، ببینید دما 27 که رسید قطع کرد. اینکه چه تلورانسی داشته باشه اونم قابل تنظیمه، که باز اونم تو جدول هستش. تمام این مواردی که تو جدوله بعضیشون فقط قابل خوندنن، بعضیشون هم قابل خوندنن هم قابل نوشتنن. پس ما اینجا کنترل متد رو که یک گذاشتیم، دیگه اینجا خروجی ما به صورت 0 و 1 عمل کرد، یا 0 بود یا 1000 بود، که اینجا شما میتونید بذارید روی صفحه اچ ام آی و کاربر یا اپراتور ببینه. حالا اگر من دوباره اینو بذارم 0 چه اتفاقی میفته؟ مود کنترلیش تغییر میکنه و متناسب با ضرایب پی آی دی میاد اینجا توی مدار به اصطلاح قرار میگیره. خب من دما رو اینجا دوباره افزایش پیدا میکنم، مثلا میذارم 80%. ببین 100% باز شد. چرا؟ چون الان رو حالتی هستش که شما دما افزایش پیدا میکنه، میاد وارد مدار میشه که اونو کنترل بکنه. حالا دما اگر پایین تر بیاد، ببینید 70 شد 88%. اگر 60 باشه، ببینید اگر 30 باشه، خب شد 4.4. حالا اگر من با دست شد 6.6. ببینید 6%. اگر من کاری انجام ندم و دما افزایش پیدا نشه، این مقدار اضافه میشه. حالا این مقدار اضافه بشه یا کم بشه بر چه اساسی هستش؟ بر اساس اون کول و هیت بودنه، که نسبت به دما از اون ست پوینتی که ما براش مشخص کردیم بالاتر رفت واکنش نشون بده یا پایین تر اومد واکنش نشون بده. ببین الان من یه کاری میکنم، دما نزدیک بشه، نگه میدارم، دما به 30 نزدیک بشه، شما درصد رو نگاه بکنید، ببین درصد چون دیگه از 30 داره رد میشه دیگه درصد 0 شد. تا کی؟ تا زمانی که باز دوباره این ست پوینت تغییر بکنه یا دمای شما تغییر بکنه که باز پی آی دی بیاد توی مدار. پس میتونین از مودهای کنترلی پی آی دی، آن آف یا گزینه‌های مختلف حتی به صورت درصدی میتونین انجام بدین. یعنی میتونین 4 تا مثلا 4 تا 20 میلی آمپر هستش دی تی سی شما، مدل مثلا خروجی دی تی سی 1030، یعنی خروجی 4 تا 20 میلی آمپر داره. میتونید درصدی اینجا از روی اچ‌ام‌آی مشخص کنید که چه مقدار از 4 تا 20 میلی آمپر رو بفرسته به عنوان خروجی و شما از اون خروجی استفاده کنید. پس کلیت هم من بخوام جمع‌بندی بکنم، یه اچ‌ام‌آی پی ام ویو داریم با استفاده از کام 2 یا کام 3، که کام 2 اگر باشه میشه 1 مثبت 6 منفی، اگر کام 3 باشه 8 مثبت 7 منفی. میایم وصلش می‌کنیم به این سوکت 485 DTC1000. DTC1000 هم ورودیش سنسورش مالتیه، میتونید از نوع PT100 یا ببینید از مدل PT100 یا مدل‌های مختلف ترموکوب، جیکا، حتی ورودی‌های ولتاژ جریانی میتونید به ورودیش وصل بکنید. به عنوان یه ورودی مالتی میتونید ازش استفاده بکنید. حالا هم میتونید دما رو ببینید، فقط حالت صرفا مانیتورینگ باشه، هم میتونید از ست پوینت استفاده بکنید، کنترل بکنید به صورت آن آف یا به صورت پی آی دی. و برای تنظیمات پارامتر، من اینو اگر بزنم رو حالت استوب که صدا نده، برای کنترل حالت در واقع تنظیمات شبکه مربوط به پی آی دی هم نیاز به نرم افزار دی تی کام داریم که از طریق مبدل یو اس بی با 485 بهش کانکت میشین، تنظیماتش رو انجام میدیم. حالا که مطمئن شدیم تنظیمات دی تی سی چی هستش، همون تنظیمات رو روی HMI هم پیاده سازی میکنه و ارتباط برقرار میشه. حالا اگر یه DTC دیگه مثلا اگر من داشتم، مثل اینجا ببینید، حالا یه DTC دیگه هم اینجا دارم، اگر این DTC رو هم بخوام کانکت بکنم، کافیه که ببینید از این 485، از این 485 اومده به این DTC، از این DTC برقش که وصل هیچی، 485ش میاد به این DTC. حالا تنظیماتی که این کنترلر داره، همون تنظیمات روی اینم هم پیاده سازی میکنم، باز با نرم افزار دی تی کام، و در نهایت میام چیکار میکنم؟ و در نهایت میام استیشن ادرس این دی تی سی دوم رو، مثلا این اگر یک، اینو میذارم 2، اینو میذارم 3 4. خب بعد حالا میام تعریف مثلا پی وی، اس وی یا گزینه‌های مختلف رو دوباره توی اچ ام آی در نظر میگیرم، میگم که شما میخوای وصل شی به دی تی سی با مثلا اسکی 7-1، استیشن ادرس مثلا 2، استیشن ادرس 3. خیلی راحت میتونین این پروسه رو در واقع ادامه بدین و در کنارش حتی دیوایس های دیگه، حتی دیوایس های دیگه حالا از دلتا یا برند های دیگر هم میتونین داشته باشین. برای مثال توی همین مجموعه اگر خواستیم میتونین مثلا یه دونه PLC دلتا رو هم اینجا بیاین کنارش داشته باشین، مثلا
مقدار ورود خروجی این پی ال سی دلتا رو من میخوام داشته باشم. این دیتیسی رو بخونم، اینم استیشنش رو میتونید یه چیزی دیگه بذارین و باز دوباره همون موارد رو میتونید بیاین پیاده سازی بکنید. تا آموزش بعدی همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. پیروز باشید.